یه قصه گوی خوب از قصه گوهای سینمای ایران کم شد. کامبوزیا پرتوی خالق بسیاری از فیلمنامه‌ها و فیلم‌های بیادموندنی سینمای ایران بود و دایره ساختی جعفر پناهی یکی از شاهکارهای او. ببینیدش؟ سلام، حسن سرچو هستم. خیلی خوش اومدین به برنامه این هفته آپارات که یادی هست از یه سینماگر خوشقریه، خلاق و خالق چند فیلم درخشان در سینمای ایران. در سی کارگردانی او خالق آثار به یاد موندنی مثل کافه ترانزیت، کامیون، بازی بزرگان، گلنار و گربه آوازخان بود. برای کودکان البته در زمینه فیلمنامه نویسی هم فیلمهایی بسیار موفق برای فیلمسازهای دیگه نوشت و در عین حال با بسیاری از دیگر بزرگان سینمای ایران مثل عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، جعفر پناهی و بسیاری دیگر در نوشتن فیلمنامه همکاری داشت که حاصلش فیلمهایی بسیار خوب و موفق در سطح سینمای ایران و جهان بوده، از جمله فیلمنامه دو فیلم دایره و پرده که در همکاری و همراهی با جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده نوشته شد. آقای پرتوی متولد سال 34 در رشت بود و در سن 64 سالگی در اثر کرونا درگذشت. او با ساخت فیلم‌های کوتاه و آماتوری در سینمای آزاد وارد عرصه فیلمسازی شد و نامش با فیلم ماهی در سطح دنیا برای نخستین بار مطرح و با همین فیلم هم به عنوان کارگردان جوایزی رو به دست آورد. بعدها در دوران پس از جنگ با فیلم موفق و پرفروش موزیکال گلنار مردم و خانواده ها رو به سینما کشوند. برای این هفته فیلم دایره رو انتخاب کردیم که فیلمنامه‌ای بسیار قدرتمند داره از کامبوزیا پرتوی و ساخته جعفر پناهی هست. این فیلم در ایران هیچ وقت اجازه انتشار پیدا نکرد، اما تنها فیلم ایرانی برنده جایزه شیر طلایی جشنواره معتبر فیلم ونیز هست. دایره آغاز راهی بود برای ساخت فیلم‌های گزنده و واقع‌گرایانه از سوی جعفر پناهی، سینماگری که کارش رو با ساخت فیلم‌های 8 میلیمتری در شهرستان آغاز کرد. در دانشکده صدا و سیما در ایران درس خوند و مدتی هم در تلویزیون کار کرد. بعدها البته به عنوان دستیار عباس کیارستمی فیلمساز برجسته ایرانی پا به دنیای سینمای حرفه‌ای گذاشت و با فیلم اولش بادکنک سفید به موفقیت‌های بین‌المللی دست پیدا کرد. اما دایره در کارنامه فیلمسازی این فیلمساز یک نقطه عطف است. دایره فیلمی هست افشاگرانه درباره وضعیت بخشی از زنان در جامعه ایران. دایره رو می‌بینیم و در گفتگو با سه صاحب نظر کارنامه سینمایی کامبوزیا پرتوی رو مرور خواهیم کرد. محمد علی طالبی، فیلمساز به نام سینمای ایران که سابقه همکاری با آقای پرتوی رو هم در سریال گل پامچال داشته، با ما هست از براتیسلاوا، و همینطور علی امینی، نویسنده سینمایی و منتقد، و فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز هم از راه دور میهمان ما هستن. خوش اومد میگم به هر سه شما. خب به اتفاق فیلم دایره رو اول ببینیم، بعد مفصل درباره کارنامه هنری آقای پرتوی صحبت خواهیم کرد. وقتی درد میگیره ساعت
همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی. سلام خانم. شما خوبه؟ خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید. قدم نورسید مبارک باشه. بهتون تبریک میگم. خوشبختی هم. آره خیلی. دکتر آدم خیلی خوبیه. خانوادش هم خوبه. هم زندگیمو دارم، هم خونمو دارم. یه دخترم از زن اولش داره. نگه پیر باشه ها. نه. زنش آدم خوبی نبوده. با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش. آخه پاکستانیه. آره. ولی من باش نرفتم. چرا؟ آخه اگه من خوش باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره. میترسم که بفهمه. خیلی عوض شدی الهام. چی گفتی؟ بله؟ الهام؟ یه قصه‌گوی خوب از قصه‌گوهای سینمای ایران کم شد. کامبوزیا پرتوی خالق بسیاری از فیلمنامه‌ها و فیلم‌های بیادموندنی سینمای ایران بود و دایره ساختی جعفر پناهی یکی از شاهکارهای او. فیلمنامه‌های آقای پرتوی فیلمنامه‌هایی هستند که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ فنی بسیار ساده ولی دقیق و درست نوشته میشن. بعد از چند وقت که من تصمیم گرفتم اون سریال رو بسازم، رفتم با کامبوزیا صحبت کردم و رفتیم توی شمال. ضمن فیلم برداری شبها همینجوری شب تا صبح میشست مینوشت. غیر از این اهمیتی که به عوامل فنی یک فیلم نامه میداد، محتوا هم براش خیلی اهمیت داشت. اگر بخواهیم میتونم بگم که یک فیلمساز متعهد بود. ببخشید نشناختن. بله هم بفرمایید. بله بله چشم بوشی خدمتتون. سلماز غلامی، سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد. اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟ نه خیلی. جناب سرن اینجا نیستش؟ نه خیلی. بله فکر میکنم به منطقه 5 منتقلش کردن. بله بله چشم. عواملی نیست؟ خداحافظ. فیلم دایره رو دیدیم، ساخته جعفر پناهی. تسلط فیلمساز بر ابزار سینما، ساختار منسجم و هندسی فیلم در کنار تمرکز بر یه واقعیت اجتماعی تلخ در محدوده خط قرمزها و درباره مشکلات زنان در ایران، این فیلم رو تبدیل به یکی از آثار درخشان سینمای ایران در همه این سالها کرده. اما در این برنامه بیشتر متمرکز خواهیم بود بر کارنامه هنری کامبوزیا پرتوی، نویسنده فیلمنامه این فیلم به یاد موندنی. محمد علی طالبی فیلمساز شناخته شده، فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز و همینطور علی امینی نویسنده سینمایی هر سه از راه دور همراه ما هستند. گفتگو رو با اجازه از دو پیشکسوت دیگه با شما آغاز میکنیم. آقای اسماعیل پور، از نظر شما آقای اسماعیل پور ویژگی فیلمنامه فیلم دایره در چه هست؟ من فکر میکنم فیلم دایره یکی از بارزترین و شاخصترین نقاط کارنامه کامبوزیا پرتو به عنوان فیلم نویسه. ویژگی که دایره داره از سبک فیلم نویسی آقای پرتوی میاد. سبکی که به نظر من در فیلم دایره به اوج کمالش رسیده. فیلمنامه‌های آقای پرتوی فیلمنامه‌هایی هستن که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ فنی بسیار ساده ولی دقیق و درست نوشته میشن. عموماً درباره شخصیت‌ها و کاراکترهایی هستن که تنهان، گاهی منزوی هن،
گاهی از جامعه طرد شدند ولی و برای بقای خودشون مبارزه میکنند، در عین حال نمیخوان این حفظ بقا به قیمت از دست دادن ارزش هاشون باشه. آقای پرتویی یک وجه چندگانه در سینمای ایران داره، یک فیلم نام نویس بوده، برای فیلمسازان دیگه خودش فیلمسازی کرده به عنوان کارگردان و در این حال در سالهای اخیرم مشاور کارگردان بود برای بسیاری از فیلمسازان تازه کار. از این وجه ها و جنبه های چندگانه و اهمیتش بگید برای ما در کامبوزیا پرتویی. واقعیتش اینه که شاید به طور عمومی بشه اینو گفت که کارگردانی او و آثار سینماییش به عنوان کارگردان معمولا زیر سایه کارنامه گسترده و پربار فیلمنامه نویسی او قرار گرفتن. اما در باب فیلمنامه نویسی او که بچه به نظر من مهمتر و اولیه کارنامه آقای پرتویی هست، باید گفت که او یکی از معتبرترین و تکنیکی ترین فیلمنامه نویس های سینمای ایران بود و این تخصصی که در کارهای او وجود داشت و در دقتی که در کارهاش انجام میداد باعث شده بود که با تعداد گسترده فیلمساز از سبکهای مختلف، از خاصگاههای مختلف اجتماعی و هنری کار کنه. به عنوان مثال وقتی به کارنامه هنری رو نگاه میکنیم، از جعفر پناهی، عباس کیارستمی، علیرضا رئیسیان، علیرضا داوود نژاد، مجید مجیدی تا سیروس الوند و مازیار میری کسانی هستند که او با اونها به عنوان فیلمنویس همکاری کرده و این تنوع نشون میده که چقدر نیاز وجود داشته در سینما ایران به قلم او و نگاه او به فیلمنویسی. و خب در این حال فیلمساز موفقی هم بوده در عرصه فیلمسازی. اگر نگاه کنیم به کارنامه‌اش و مجموع فیلم‌هایی که ساخته به چه میرسیم؟ چه سبک و سیاقی داشته در فیلمسازی آقای پرتویی؟ این نکته خیلی جالبیه، چون فیلمسازی هست که در این حال که به فیلمسازان اصطلاحاً هنری سینما ایران نزدیکه، علایق اجتماعی و سیاسیش باعث میشه که در فیلم‌های خودش در میان دو جریان سینمایی ایران بیسته، جریانی که جریان اجتماعی هست و جریانی که اصلا جریان هنری هست. واقعیتش اینه که فیلم‌های او بر مبنای فیلمنامه‌های خودش تحریزی می‌شدن و ساخته می‌شدن و اهمیتی که او در فیلمنامه‌هاش به پردازش موقعیت می‌کرد، خصوصا برای گسترش دادن شخصیت‌های فیلم‌هاش، اهمیتی که به دیالوگ‌ها می‌داد، دور از اون پرداخت هایی که اخیراً در سینما ایران مد شده برای ایجاد هیجان یا ایجاد فرز و فرود هایی که مخاطب حتما تا آخرین لحظه بکشه. سادگی فیلم های او، سادگی شخصیت های او، مشخصا از سادگی نگاهی که به سینما و صنعت و هنر فیلمسازی داشت می اومد و مشخصا از قدرت و استحکام گاه بسیار فروتنانه فیلمنامه هاش. و باز به عنوان فیلمساز با این سبک و سیاق در سینمای ایران و همطور جهان چه جایگاهی داشت نوع فیلمسازی آقای پرتویی؟ او فیلمسازی بود که هم در داخل و هم در خارج از ایران به اعتبار قابل توجهی دست یافته بود. در داخل ایران به غیر از فیلمسازی مشاور کارگردان بود، بسیار از کارگردان‌های جوان از مشاورت‌های او بهره بردند، خیلی از فیلمسازهایی که بعدا به عنوان فیلمساز اجتماعی مطرح شدند با مشاورت‌های او فیلمسازی شروع کردند. و در خارج از ایران در جشنواره‌های معتبری مثل جشنواره شیکاگو، مثل جشنواره سقاره نانت حضور داشت، جوایزی رو برد. به نظر من او فیلمسازی است که نامش و کارهاش در تاریخ سینما ایران ماندگار خواهد بود. خب در این برنامه فیلم دایره رو دیدیم که حاصل همکاری مشترک آقای پرتویی و آقای پناهی بوده. این دو همکاری دیگه هم داشتن، زمانی آقای پناهی در فیلم ماهی دستیار آقای پرتویی بوده و جز اولین کارهایی که در حقیقت بهمون دستیاری شروع کرده و بعد هم حالا فیلمنامه پرده. اینها این همکاری مشترک طولانی بوده و ادامه دار. از نقش و تاثیر این همکاری مشترک برامون بگید. همکاری آقای پرتویی با آقای پناهی از
نقاط و نکات درخشان کارنامه سینمایی شاید هر دو نفر باشه، به خاطر اینکه هرگاه که این دو سینماگر ایرانی در کنار هم ایستادن و کاری رو با هم پی گرفتن و پیش بردن، این کار با موفقیت مواجه شده. از فیلمنامه دایره که یکی از برجسته ترین آثار سینمایی تاریخ سینما ایران هست و به نظر من اوج کار آقای پرتوی به عنوان فیلمنامه نویس، تا فیلمنامه و همکاری به عنوان کارگردان در فیلم پرده که جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره برلین رو برای این فیلم و برای آقای پرتوی داره. به نظر من این همکاری و این زوج هنری زوجی بسیار موفقی بودند و زوج درخشان برای تاریخ سینما ایران. و یه جنبه دیگه، آقای پرتوی هم فیلمسازیش برای کودکان بود، در حقیقت در سینمایی که معروف شده به سینمای کودک در ایران فیلمساز خیلی موفقی بود و پیشرو در خیلی از کاری که انجام داد، از این جنبه کمتر صحبت شده، برامون میگید؟ واقعیتش اینه هست که او یکی از پایه‌گذاران این سینما در 40 سال اخیره، اون شکل جدیدی که ما از این سینما میشناسیم، و فیلم‌های زیادی او ساخته که برخیش مثل گورنار و گربه آوازخوان بسیار موفق بودند، چه در زمانه خودشون از لحاظ شکل و فرم و اون ماهیتی که داشتن و چه از لحاظ فروش گیشه، که فیلمی مثل گلنار فروش بسیار موفق و بالایی داشته. فهم دقیق و درست او از پیچیدگی‌های انسانی، در این حال درکش از سادگی‌های بشر، به کامبوزیای پرتو این نجزار می‌داد که دنیای ساده و صمیمی کودکان رو و فانتزی‌هاشون رو به راحتی و به دقت و درستی بشناسه و باعث شده بود که او فیلم هایی بسازه که هم برای کودکان جذاب و قابل فهم بود و هم برای بزرگترها. این فهم او فقط به سینما و به پرده نقره‌ای محدود نشد، اون همکاری هایی هم در تلویزیون داشت، شاخص‌ترینشون شاید مجموعه و سریال گل پامچال هست که میشه زیر مجموعه یا زیر گونه ای از سینمای جنگ و همچنین کودک اون رو به حساب آورد، به کارگردانی های محمد علی طالبی، سریالی که برای عموم ایرانی ها بسیار آشناست و یکی از موفق ترین سریال هایی بود که در زمان خودش در ایران ساخته شد و پخش شد. خب خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسماعیل پور. اشاره کردید به سریال گل پامچال که فیلمنامه‌اش رو نوشته بود آقای پرتویی و محمد علی طالبی کارگردانی کرده بود، یه سریال خیلی موفق برای اون سالها. آقای طالبی از راه دور همراه ما هستن. آقای طالبی، از این همکاری مشترکتون با آقای پرتوی برای ما صحبت کنید. اولا که ابتدا باید بگم که من واقعا خیلی متاسفم از اینکه الان به جای اینکه راجع به شادی ها و موفقیت های آقای کامبوزیا پرتوی صحبت کنیم، در واقع داریم در مورد مرگ ایشون صحبت کنیم. ولی یه واقعیتی هست، اون این که هنرمند هرگز نمیمیره و تازه بعد از مرگش زندگی اون دوباره به شکلی آغاز میشه و زندگی در واقع پربار آقای کامبوزیا پرتوی خیلی جای گفتگو و حرف داره. آشنایی من با ایشون به این صورت بود که ما قبلا توی دانشکده دراماتیک هر دو درس می‌خوندیم. بعد که دانشگاه‌ها رو بستن و به تعطیلی خورد در جریانات انقلاب و اینها، ایشون هم مثل من و خیلی از دانشجوهای دیگه که تقریبا اواخر سالهای تحصیلمون بود ولی درسمون رو تحول کردیم، رها کردیم و چون شرایطی طوری بود نمیتونستیم دوباره برگردیم دانشگاه، رفتیم به دنبال کار عملی و کار ساختن فیلم و این قضایا. و بعد از چند وقت که من تصمیم گرفتم اون سریال رو بسازم، رفتم با کامبوزیا صحبت کردم و بیشتر قسمت ها رو نوشت و البته یه قسمت های زیادش موندش که ما رفتیم توی شمال. ضمن فیلم برداری شبها همینجوری شب تا صبح میشست مینوشت و بعد من ساعت 4 صبح اون نوشته ها رو میگرفتم، دکوپاش میکردم و بعد ساعت 8 صبح جلوی صحنه بودم با آقای فرهاد سبا و خانم معتمد آریا که با هم اونجا میشستیم و دوباره باز اون نوشته ها رو یه چکشکاری میکردیم و میبردیم جلوی دوربین. خیلی خاطرات خوبی داشتم از همکاری با
کامبوزی و پرتوی. آقای طالبی، کامبوزی و پرتوی نگاه خاصی به مسائل کودک و همطور مسائل اجتماعی داشت در فیلمهاش. از سبک و سیاق سینمایش و بیان شیوه سینمایی که برای ابراز مسائل به کار میگرفت برامون میگید؟ کامبوزیا هم در واقع به یه شکلی تو این قالب فیلمسازهایی بود که به اصطلاح سینمایی نئورالیستی یا یه جور سینمایی که برگرفته از زندگی واقعی مردم بود کار میکرد. تفکرش به این صورت بود، همینطور خیلی ریزبین بود تو دیدن اینکه مردم چگونه زندگی میکنند و این لحظات واقعی از زندگی مردم رو مینوشت و خب گاهن جلوی دوربین میبرد، ولی خب بیشتر اوقات اینا رو به صورت قصه یا فیلمنامه در میبرد. ابتدا هم کامبوزیا قبلش بیشتر قصه مینوشت، حتی بعضی از این قصه هاش هم چاپ شده بود، ولی اساسا نگاهش به زندگی مردم و اون چیزی که تو واقعیت اتفاق می افتاد و ثبت اون لحظات ریز، این چیزی بود که اون دنبال می کرد. که خب این سبک بر می گشت به کارهایی که ابتدا مثلا از ابراهیم گلستان شروع شده بود، بعد شهید سالس، بعد کیارستمی و فیلم سازان دیگر، و اون توی دو تا حوزه خیلی خوب کار میکرد، یکی فیلمنامه نویسی و یکی کارگردانی. و من میتونم بگم که واقعا یکی از بهترین فیلمنامه نویسای ایران بود در طول تمام این سالهایی که کار کرد. اونجایی هم که سراغ فیلمسازی میره شما میبینید کارا بی نهایت زیباست. یعنی فیلمی داره همین به نام کافه ترانزیت که در مورد بیشتر یه زنه و ماجراهایی که هلوهوش زندگی یک زن به اصطلاح ساخته شده، و شما اگر این فیلم ها رو ببینید این چقدر زیباست. یا مثلا یه فیلم دیگری داره به نام بازی بزرگان، و این فیلم ها متاسفانه اونجوری که حقشون بوده اینا دیده نشدن. و این روزها هنرمندان زیادی البته در کنار سایر مردم تومه بیماری کووید 19 میشن و از دست میرن. شرایط خیلی سختی به وجود اومده، نه آقای طالبی؟ ببینید واقعا خیلی شرایط عجیب و غریب شده در حال حاضر توی ایران، و به نظر میاد یک فاجعه انسانی داره شکل میگیره در ابعاد خیلی بزرگی، خیلی بیشتر از اون چیزی که توی کشورها دیگه داره اتفاق میفته. ما هر روز شاهد این هستیم که تعداد زیادی افراد دارن فوت میکنن. خود من که دارم با شما صحبت میکنم در همین لحظه تعداد زیادی از افراد فامیل من که خب اینا بیشتر در یه جایی زندگی میکردن با هم ارتباط داشتن همه کرونا گرفتن، از جمله خواهرم. و یکی از این افراد که توی فامیل من بوده فوت کرده و امکانات واقعا خیلی محدود شد. حتی آمبولانس نیست که این کسی که حتی یه جنازه رو بتونن اینا رو بردارن به موقع ببرن و بهش رسیدگی بکنن، به اون خانواده اینقدر گرفتار نشه، 7 ساعت نمونه توی مثلا فرض کنید بیشتر رو، چون بیشتر خیلی شلوغ شده. من همینجا میخوام از تمام ایرانی ها تو تمام دنیا خواهش کنم که بیان و حواسشون باشه که کشور ما خیلی تحت گرفتاری قرار گرفته، مردم ما خیلی گرفتار شدن، به هر شکلی میتونن کمک کنن که مردم ما اینقدر به سختی گرفتار نشن. کامبوزیا و دیگر هنرمندان ما مثل آقای سینایی، مثل آقای عالمی و دیگران که حالا اینا دیده میشن، ولی مردم زیادی هستن که الان شرایط سختی پیدا کردن و شرایط غم‌انگیزی پیدا کردن. فکر میکنم ایرانی های دیگه که حتی در جاهای دیگه هستن باید همه دست به دست هم بدن و کمک کنن که اینقدر ما توی ایران کشته ندیم. واقعا خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای طالبی برای حضورتون در این گفتگو از براتیسلاوا. بریم سراغ مهمون بعدی برنامه، علی امینی، نویسنده سینمایی و منتقد که ارتباط نزدیکی هم با آقای کامبوزیا پرتوی داشته. آقای امینی، دایره چطور فیلمی هست و از نظر شما نقش و تأثیر کامبوزیا پرتوی در این فیلم در چه بوده؟ به هر حال فیلم خیلی خوبی ساخته شده. هنر کارگردانی جعفر پناهی به جای خود
یک مقدار زیادی ارزش این فیلم مدیون فیلمنامه خیلی خوبیه که داره، برای اینکه کاموزی و پرتوی همونطور که میدونید یکی از بهترین فیلمنامه نویسای ایران بود و فیلم به فیلمنامه برخورد خیلی جدی، دقیق و علمی داشت. فیلمنامه براش فقط داستانگویی یا یک چیز سرسری نبود، بلکه خیلی اهمیت میداد که فیلمنامه انسجام خوبی داشته باشه، هماهنگ باشن عناصرش، صحنه‌ها از درون هم بیرون بیان. خلاصه یک دید خیلی علمی و دقیقی داشت که هم ذوق و قریحه استعداد این کار رو داشت و هم اینکه با تجربه زیاد و بعد با آموزش این رو پرورش داده بود که میتونست فیلمنامه‌های خیلی خوبی بنویسه. شما میدونید که یکی از کمبودهای جدی سینما ایران فیلمنامه‌های خوب و منسجم هست. فیلمنامه‌های پرتویی واقعا جدا از یک فیلمسازان دیگه فیلمنامه‌های بسیار دقیقی هست. در فیلم تا اونجا که من میدونم و یکی دوتا از کاراش هم دیده بودم، به شکل متن اولیش رو به نکات تکنیکی، فنی، نمیدونم اینجور چیزا، صحنه های به اصطلاح دکور، اینجور چیزا اهمیت کمتری میداد. اون چیزی که معروف هست دکوپاژ به قول معروف، اینا کاری نداشت، اینا رو میذاشت به عهده فیلم بردار یا شاید در موقعی که میرفت سر صحنه فیلم برداری به این چیزا اهمیت میداد، ولی به جاش متمرکز میکرد خودش رو روی صحنه پردازی ها، شخصیت پردازی، آدم ها رو درست کردن که صحنه از دل هم بیرون بیان، منسجم باشن، خوب به هم گره بخورن. کمپوزیسیون کلی فیلم همونطوری که نمونه خوبش رو در همین دایره میبینیم منطقی، سنجیده باشه، محکم باشه، به هم خوب گره خورده باشن صحنه ها. این چیزها رو خیلی خوب پرورش میداد، وارد بود و البته به بیان تصویری هم خیلی اهمیت میداد. با اینکه خودش دیالوگ نویس خیلی خوبی بود، گفتار در فیلمهاش نقش زیادی نداره، برای اینکه خیلی به درستی فهمیده بود که در سینما باید تا جایی که میتونه روی تصویر کار کنه. و چیزی که خیلی باز اهمیت داره، تصویرها تو کارش فشردگی عاطفی دارن، یعنی احساس در بالاترین سطح خودش مطرح میشه. همینجوری آدما، آمد و رفت آدما دل بخواه نیست، بلکه با یک گره بستگی عاطفی همراه هست. خب شما خیلی خوب آقای امینی میشناختید کامبیزی و پرتوی رو. به نظر شما چگونه فیلمسازی بودن آقای پرتوی و در یه نگاه کلی درباره فیلمهاش چه میشه گفت؟ کلن چیز دیگه که در همین راستا میخوام بگم، غیر از این اهمیتی که به عوامل فنی یک فیلم نامی میداد، محتوا هم براش خیلی اهمیت داشت. اگر بخواهیم میتونم بگم که یک فیلمساز متعهد بود، یعنی کاراش رو، انسان ها، کاراکترها رو از دل جامعه بیرون میاد. به همیشه اگه دقت کرده باشید در تمام فیلماش مسائل مبرم اجتماعی همیشه مطرح هست. براش هنر برای هنر، یا یه چیزی که فکر کنید هنر باید تخیل یا خلاقیت شخصی آدم باشه، عقده گشایی باشه یا مسائل اینجوری، به جای خود فیلمسازهای دیگه این کارا رو انجام دادن، خیلی هم خوبه، ولی پرتوی به این کارا زیاد علاقه نداشت. عمدتا به مسائل اجتماعی، مسائلی که مردم رو رنج میدن، آزار میدن، به اون مسائل کار داشت. و اگر دقت کرده باشید بازم شخصیت های کارهاش رو از افراد جامعه، به خصوص افراد بی پناه، زیان دیده، آسیب دیده برمی داشت. یعنی اینکه همیشه به اقلیت ها، بهتره به جای اقلیت بگم که به افراد که زبانی ندارن، افرادی که مظلوم هستن، ضعیف هستن در جامعه. حالا این میتونه یک کودک باشه، یه بچه بی پناه باشه، میتونه یک کارگر شهرستانی باشه، میتونه یه زن باشه که زیر ساختارهای مرد سالار اون جامعه زیر فشاره و داره با تمام توش و توان تلاش میکنه از این وضعیت خودشو بیرون بیاره، ولی چون اتفاقا دید اجتماعی داشت، یعنی فکر میکرد تمام اینها زایده یک شرایط اجتماعی کلیتریه و تا بهبود اون شرایط به چنین وضعی، چنین رستگاری هایی، چنین رهایی هایی نخواهیم رسید،
میبینیم بیشتر این تقلاها، تکاپوها ناکام باقی میمونند و این از این هم دور بود که بخواد فیلمش رو مثلا با یه هپی اند تموم کنه یا به یک پاسخهای سطحی و خیال‌آمیز اتکا کنه. و خب شما به لحاظ شخصی هم آشنایی داشتید با کامبوزیا پرتوی، چه جور شخصیتی داشت این فیلمساز؟ انسانی بسیار حساسی بود و یه خورده تون مزاج و عصبی، تا جایی که من میدونم از شرایط پیرامون خودش هیچ وقت راضی نبود، یعنی در بخصوص در عرصه فیلم. اولا اینو باید بگم که زندگیش یعنی فیلم، وقتی خوب بود که فیلم میساخت و این که نمیتونست به خاطر شرایط که بر فیلم سازی اون کشور حاکمه نمیتونست ایده های خودش رو متحقق کنه، اینها رو به روی به حالت فیلم در بیاره، این داست ذهن خیلی پویا و خلاقی داشت، همیشه ده ها طرح واقعا داشت، خودش گفته بود، به منم گفته بود، به دیگرانم گفته بود، ده ها شاید حدود اغراق‌آمیز باشه ولی واقعا ده ها فیلم نامه نوشته بود که موفق نشده بود اونها رو به تصویب برسونه یا برای اونها مجوز تولید بگیره. و اصلا از نظر شما اهمیت کامبوزیا پرتوی در سینما ایران در چه هست؟ به خاطر خلاقیت خیلی زیاد، یعنی تخیل خیلی آفرینندهی که مرتب سعی میکنه راههایی پیدا کنه، گریزگاهی برای نجات فیلمنامه‌هایی که نوشته. این خیلی جالبه، یعنی سعی میکرد اگر یک به خاطر شرایط موجود، به خاطر نظارت‌های گوناگون و پیچیده‌ای که وجود داره که واقعا گاهی وقتا مستأصل میکنه یک کارگردان رو، و پرتوی مصمم بود در همون شرایط بمونه و کار کنه، راه حل پیدا میکرد. خیلی از فیلمنامه هایی که با دیگران نوشته رو خودش دوست داشت کار کنه که اجازه ندادن، اکتفا میکرد خیلی وقتا فقط به فیلمنامه نویسی، تازه خیلی وقتا به خاطر امرار معاشش مشاوره میداد در فیلمنامه نویسی و کارگردانی بدون اینکه نامش مطرح بشه یا با اسم مستعار کار میکرد. اینا فشارهای خیلی زیادیه که واقعا آدم رو به اینجا میرسونه و این یک بلای عمومیه واقعا که خیلی از هنرمندان اون کشور به خاطر شرایط سختی که دارن، به خاطر عوامل که هممون میدونیم، به پیری زودرس میرسن و به ناراحتی های قلبی که واقعا گریبان کامبوزیا پرتوی رو گرفت و او رو از ما دور کرد در 65 سالگی که واقعا سنی نیست. خب خیلی ممنون و متشکرم آقای امینی، فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نداریم. متشکر از علی امینی، محمد علی طالبی و فریده اسماعیل پور برای حضورشون در این برنامه. از طریق راهی که داره اینجا زیر نویس میشه شما برامون بنویسید که از فیلم های کامبوزیا پرتوی چه خاطره‌ای دارید و فیلم و گفتگوهای برنامه این هفته رو چطور دیدید. توی فرصت دیگه و برنامه دیگه بدرود و لطفاً بسیار مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید.